בסימנה טובה, פרשי תולדות, פרשי תולד יעקב ועשו, פרשי در واقع גלות יעקב, چرا که יעקב در ابتدای פרשה به دنیا میاد و در آخر פרשה هم از ترس از עשו خونه پدری رو سرزمین اسرائیل رو ترک میکنه و به گالوت میره و در هفته دیگه پارشای ویتسه میخونیم. ویتسه یعقوب میبرشا و ویل خارانا. اما در این پارشا پارشای تولدوت میاد سرنوشت و تمام اتفاقات که بین یعقوب و عصاب میفته رو میذاره جز به تولدوت اسحاق. تاریخچه و بایوگرافی اسحاق. چیزی که حقامین بارها گفتن که در واقع سرنوشت و شناسنامه انسان از فرزندانش میتونه کاملا دیده بشه و شناخته بشه. پس هرچقدر ما بتونیم بهتر در زندگی فرزندان مشارک باشیم میتونیم سرنوشت خودمون رو، تاریخچه خودمون رو، تولدوت خودمون رو بهتر ثبت بکنیم که شناسنامه من معرف بهتری داشته باشه. بله، پارشای تولدوت. در این پارشا میبینیم چطور یعقوب و عصاو در چند مورد هی با هم دیگه به برخوردهای کنش های کسب و کاری میان. اول در شکم مادر و یتروس سوحبانیم به کربا، بعد سر اون کاسه آش که به خورایی اولزادگی رو یعقوب از عصاو میخره، بعد سر براخایی اسحاق پدر به عصاو که یعقوب براخای عصاو رو به جای حساب میگیره، که در این سه مورد ببینیم چطور یک کشمکش هایی بین این دو برادر، برادر دوقلو یعقوب و عصاو پیش میاد. به خوبی بتونیم کشمکش ها و چلنج ها و اختلافات و برخورد هامون رو جوری تنظیم بکنیم که موجب شکست یا انحراف و یا دوری هیچ کدوم از ما در فامیل و جامعه و دنیا نشه و به خوبی بتونیم با تعالیم تورا اتحادمون رو و همبستگیمون رو تازه بیشتر بکنیم. www.torahealth.com که به خوبی بتونیم با پخش تورا در سرتاسر دنیا این آگاهی رو برای همه پدید بیاریم که معصه آبود سیمان لبانیم، که رفتار والدین درس عبرتی باشه برای فرزندان که از تمام راهنمایی های تورا به خوبی استفاده بکنیم که اشتباهی و یا حالت تکرار گناهی پیش نیاد. اسپانسر امروز اسکل میسود برای هر نوع به خوبی نظریه‌ای که داریم $52. www.torahealth.com میتونه مؤثر باشه و کمک باشه. فکر کنم زخوت امروز به شخصی که من اینجا دارم آیفون 13 پرو
گفتم دوستان اگه امکان داره ما که وارد میشن اسمشون رو بنویسن که بتونیم بهتر با هم در رابطه باشیم. من الان برای ایشون یک پیامی میفرستم، اون شخص خودش روی پیام صفحه خودش اون پیام رو میگیره. نوشتم $52 کلم اسفاد که اون به امید خدا زخوتی بشه برای همه مون. آقای عاملی، از اونور دنیا پیام فرستادن که انگار پخش نمیشه برنامه ها در اسرائیل. اگر فکر میکنید دلیلی داره، تذکر یک دقتی بکنید، مروری بکنید که آیا اشکال چی میتونه باشه. تشکر از تمام زحماتتون آقای عاملی. در پاراشای هفته پاراشای تولدوت میبینیم که چطور یسحاق به فکر این میاد که بخواد عصاو رو برهایی بده. و میبینیم در واقع از شامن چطور همه چی تنظیم میشه که ربات مخشوات برویش. همه ما نقشه های بسیار در سر داریم، اما اون چیزی که خدا میخواد انجام میشه وسط هاشه میتاکن. در پاسخ میگه ویهی کی زکن یسحاق و تیکن اینا مرعوت، و بود موقعی که یسحاق زکن پیر شده بود. خب پیری بالاخره تأثیرات خودشو داره. و تیخهن ایناب و چشمانش کمسو شده بود. مرعوت که بخواد دیدش بیناییش مثل قبل باشه. و یقرا اتصاب و صدا زد اصاب رو بنا اگدول فرزند بزرگش رو. و یومر الا و گفت به او بنی فرزندم. و یومر الا جواب داد اصاب به او هیننی لبیک، اینجا هستم. بله پدر. مفارشی به مقدار رو این موضوع براشون سواله که مگر پیری دلیل کمسویی و یا ضعف بیناییه؟ مگه این که میگه و تکهنا انا مرعود و میگه ویهی کی زکن یسحاق، چون موقعی که یسحاق پیر شده بود چشماش کمسو و ضعیف شده بود که بخواد ببینه، مگه پیری؟ علائم پیری کمسویی و ضعف بیناییه. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما در مورد ابراهام میبینیم، در مورد یعقوب میبینیم که در سنی که بالاتر از یسحاق بودن هنوز چشمشون خوب کار میکرد. چه دلیل بود که یسحاق به خاطر پاتوسن گذاشتن زاکن شدن چشمش هم پیر بشه، چشمش هم کمسو و کند بشه؟ ببینیم مفارشیم چه توضیحاتی به اون میدن. ترجمه یوناتان میگه و هبه کتسیب یسحاق، موقع که دیگه یسحاق پیر شده بود، کهیان اینو میلحمه، دیگه چشاش
ضعیف شده بود از دیدن. دخد کف آوی، چون موقعی که پدرش اون رو داشت عقدا میکرد ابراهام، استکل به کرسی یکارا، نگاه کرد به کرسی جلال خداوند، مثل این که با چشماش یک دیدی، یک حالت نمایی از کرسی جلال خداوند رو دید. و شریان مهاهو زیمنا، و از همون موقع بود که چی؟ اینو لمکان، چشماش ضعیف شد. چرا؟ چون در هنگام عقدا نگاه کرده بود به شخینا. در اون لحظه تاریخی و مقدس که شخینا شاروی بود در هنگام عقدت اسحاق، اسحاق دست و پا بسته رو به بالا شخینا رو مثل اینکه میده، و همین باعث چی شد؟ کمسویی چشمانش شد. و این چیزی بود که خداوند به موشه ربینو گفت. موشه ربینو گفت خدایا میخوام رو تو ببینم. خداوند گفت هیچ کسی تالا نبوده که من رو بمونه و ببینه و زنده بمونه، ولی سپکلر یا همیرا میتونی غیر مستقیم من رو ببینی. چجوری؟ موقعی که آدم توی آینه به یک شمع این نگاه میکنه، این شمع بغل دستشه، اما رو نمیکنه مستقیم نگاهش بکنه، در روبرو توی آینه خودشو با شمع میبینه، در غیر مستقیم به شمع نگاه میکنه، نه از بغل. میگه اونم با اینکه همچین موشه ربینو همچین نزدیکی رو با خداوند پیدا کرده بود، ولی هنوز خداوند گفت مبادا رو تو این ور بکنی، چون هیچ کسی نیست که من رو ببینه و زنده بمونه. استقلال یا همه ایرا، میتونی غیر مستقیم تصویری و یا نمایی از من رو غیر مستقیم ببینی. و همین بود که میبینیم در پایان عمر موشه ربینو، یکی از تعریفاتی که از موشه ربینو میکنه بینایی و سوی چشمش بود. کسی میگفت سوی چشمش هنوز بینایی سر جاش بود و هیچ ضعف و کندی بهش راه نداده بود. یعنی تا این حد در واقع نور مقدس در انسان چکار میکنه؟ تأثیر میگذاره. و حتی حاخامه میگن موقعی که آدم شب شبات میاد خونه، سعی کنه به شمع شبات نگاه بکنه، مخصوصا در هنگام قدوش. چرا؟ چون به خاطر اینکه در طول روز بالاخره با راه رفتنش، با نوع کفشی که میپوشه، با خستگیش، با هر نوع تلاشی که داره، یک ذره از بیناییش سوی چشمش کم میشه یا فشار میاد. میگه موقعی که شمع شبات رو میبینه، این انرژی، این قدرت بیناییش تقویت میشه. جاره و عوض میخواهم ما بیناییم هم نگاه میکنیم بعد سوی چشم میگن وقتی که دوش میگیم بعد از دوش بیناییم هم نگاه میکنیم. آره اون دلیل دیگه داره ها بشخنیاره که یک دلیلای اصلیش برای این که تمرکز داشته باشه در تفیلا، در قدوش گفتن. ولی همینطورم هاراب میگه که سعی کنه پیشونیشو توی قدوش ببینه، چون پیشونی به عبری میشه مسح، و میگه مسح دقیقا همون گیمتریای ارزش عددی حسلاخ هاست. حسلاخ ها یعنی موفقیت. موقع که داره قدوش میگه
سعی کنه پیشونیش رو توی یاین ببینه و کوانا به بنده مسح در برابر حسلخا که بذاره حسلخا داشته باشه. اما نور، نور شم در انسان یک قدرت بینایی پدید میاره. همینطور هم اخوامی میگن به تورا نگاه کردن، موقعی که دارن حق باها میکنن شخص سعی کنه که به حروف تورا اوتیوت نگاه بکنه که یک کدوشایی، یک حالت تاثیر انرژی مقدسی درش قرار بگیره. همینطور هم اخوامی فهان به صورت صدیقین نگاه کردن که حتی در مورد مشربین گفته میشه کرن پناب اور، که موقعی که از پای کوه سینای اومد یک جلای درخشندگی نوری تو صورتش بود. اینکه بین قامه تعریف میکنم یعنی نوری تو صورتش بود، به حد که نمیتونستن جماعت نگاش بکنن و میبایست بود یک مسوه، یک نقابی بگذاره و با مردم صحبت بکنه. تا این حد بعد از متن تورا از پای کوه سینای موقع که اومد قدوسیت در صورتش درخشان بود. میگم موقع آدم به صورت صدیقین نگاه میکنه اونم باز درش یک انرژی مثبت و مقدسی پدید میاره. و همچنین این که آدم سعی کنه تو صورت رشاییم اشخاص ظالم نگاه نکنه، به حدی که اونهایی که مقبالین یا اشخاص خیلی صدیق فقط به این نیست که به روی زن نگاه نمی کنن، نه حتی به روی مردم نگاه نمی کنن. صحبت میخوان میکنن سرشون پایین صحبت میکنن، تو چش طرف، تو صورت طرف سعی میکنن نگاه نکنن. پس برگردیم اینجا که ترجم یوناتان میگه دلیلی که